شب همگی به خیر. موضوع امشب در مورد مشورت و اصول مشورته که میدونید یکی از مهمترین پایه‌های موفقیت یا نابودیه. قبل از اینکه به مشورت بپردازیم یه نکته کوچولو رو اشاره کنم. میخوام یه مرور در حد از چند ثانیه ای روی صحبت قبلیمون داشته باشیم که یادمون نره و اگر یادتون باشه اون چیزی نبود به غیر از شانس که در موردش مفصل جلسه پیش صحبت کردیم. فقط یه نکته رو بهتون بگم، خیلی از ما وسط شانس نشستیم و نمیبینیمش. موقعیت رو داریم ولی نمیبینیمش و وقتی از دست دادیم تازه میفهمیم چی از دست دادیم. پس تلاش کنیم از چیزایی که داریم استفاده کنیم و حسرت نخوریم و برنامه‌ریزی کنیم واسه چیزایی که میخوایم بهشون برسیم، که حالا یه جلسه کامل در این مورد صحبت میکنیم. بریم سر مشورت، چیزی که خیلی مهمه. مشورت دو تا بود داره، میخوام امشب روی دو تا بودش مفصل صحبت کنم. بود اولش کسی که مشورت میکنه، بود دومش کسی که مشورت میده. خب حالا باید ببینیم که ما بالاخره یه نفریم که تو زندگیمون هم مشورت میدیم هم مشورت میگیریم، بدونیم که از چه کسانی مشورت بگیریم و چگونه مشورت بگیریم و بعد بدونیم چگونه مشورت بدیم و به چه کسانی مشورت بدیم. خب ما وقتی میخوایم از کسی مشورت بگیریم دو نکته رو باید در نظر داشته باشیم: یک، دلسوز بودن طرف; دو، مطلع بودن طرف. حالا اگر یکی از این دوتا رو شما رعایت نکنید، که تازه مطلع بودن طرف هم دو تا مسئله است، یکی مطلع بودن روی موضوع، یکی مطلع بودن روی زندگی من. یعنی در اصل بخوایم بدونیم سه تا موضوع رو ما باید در نظر بگیریم که تو دو تا بودن و بعد مشورت کنیم. یک، من با کسی مشورت کنم که میشناسمش. آقا شما کسی رو نمیشناسی مشورت نکن. بعضی را میافتن میرن تو این فضای مجازی، یعنی از هر کی که اصلا نمیشناسه دفعه اول طرفو میبینه میشینه به مشورت. خب حالا نمیگم نه، حرفشو بشنو ولی تصمیم نگیر. ما با صحبت با یه نفر تصمیم نمیگیریم، ما با چندین نفر صحبت میکنیم که تا میشه اکثرشون آشناهن، اکثرشون رو میشناسیم، میدونیم یک شرایط رو دارم عرض میکنم، یک طرف آدم خوشقلبیه، طرف اومده منو مشورت کنه نیومده سرم کلاه بذاره. این خیلی مهمه. بعضی وقتا متاسفانه ما در دام میفتیم، یعنی در جریان نیستیم، طرف مشاور نیست، دام پهن کرده و این خیلی مهمه که من بتونم اینو تشخیص. یا اصلا طرف ممکنه کاملا مسلط باشه ولی خیرخواه من نباشه، یعنی رأیی نگه، بیان نکنه که به نفع منه، دقیقا متضادش عمل کنه. پس خوشقلب بودن طرف خیلی مهمه که من مطمئن باشم این آدم دلسوز منه، این آدم برای من وقت میذاره، این آدم سرسری یه چیزی نمیگه، این آدم برای خودش یه چیزی نمیگه، برای من داره این صحبت رو میکنه. این بعد رو حتما در نظر بگیرید که اگر نگیرید زندگیتون رو به باد میدید. شما اگه بررسی بکنید کسانی که مشاور نداشتن تو زندگیشون، کسانی که از تجارب دیگران استفاده نکرد، مشاور یعنی چه؟ آقا من از تجارب دیگران دارم استفاده، طرف تو این زمینه تجربه داره، این کار است، حالا میرم باش مشورت میکنم. خب پس من خیلی ها همون هستیم مشاور نداریم دیگه، خب تو زندگی هم متاسفانه شکست های زیادی میخوریم. و خب نه، خیلی همون هستیم مشاور داریم ولی مشاور دلسوز نداریم، مشاور تا سرمون کلاه میذاره. پس این از مسئله اول. پس دقت کنیم، مثلا میخوام بگم من پدرم به شدت آدم خوبیه و دلسوز، ولی من هرگز نمیرفتم در مورد مثلا خرید ملک با پدرم مشورت کنم. پدرم تسلطی رو خرید ملک نداره. پس فقط دلسوز بودن کافی نیست، یک بار طرف حتما دلسوز باشه و بعد باید مسلط به جریان باشه، مسلط به جریان باشه، این کاره باشه. همین الان داغ داغ 50 سال پیش یکی توی کاری باشه بری سراغش، طرف فرض کن مثلا 30 سال پیش تو کار فرش بوده، حالا میری سراغش آقای فلانی من میخوام فرش صادر کنم، فرش بخرم، از کجا بخرم؟ الان قوانین رو نمیدونه، حالا بله بد نیست از اونم بپرسی، ولی باید الان بری سراغ یکی که آقا تمام قوانین ها، مالیات ها، گمرک و همه چیز رو بدونه و دلسوز باشه. که اصولا ما میگردیم یا تو آشناهامون پیدا میکنیم یا از آشناهای آشناهامون پیدا میکنیم. پسر خالمون محمد
اون روز رفتی این کارو کردی، از کی سوال کردی؟ حمید. اون روز از کی پرس میپرسیم؟ از اطرافیان و آشنایی که قبولشون داریم. پس این از این مسئله. پس طرف باید متخصص باشه، طرف باید این کاره باشه و دلسوزم باشه، چون این متخصصه اگه دلسوز نباشه تازه آتیشمون میزنه، میری سراغ یه متخصص تازه واسه دام پهن میکنه، درست برات داره میبرده. حالا همینه میخوام، بعضی از ما مثال میزنم، سرمون اومده تا این سالیان گذشته، حتی پارسال خیلی دور نه، می نشستیم آدمای مثل من با این موی سفید 50 سال 60 سال 40 سال سن با کلی تجربه، تازه با کلی سرمایه، که من تجربه به دست آوردن این سرمایه می شستم پشت صحبت جوانی که مثلا 18 سالشه 20 ساله 22 سال. من نمیگم جوان 18 ساله 20 ساله 22 ساله معرکه سر، آقا به درد مشورت دادن به یه آدم 50 ساله حالا ممکنه تو کار کامپیوتر و موبایل بخوره، ولی تو کار اقتصادی اون اصلا هنوز در هیچ قسمت اقتصاد به حساب نمیاد، نه درسش خونده نه. اولین ویدیو منو گوش بدید که ما یه سری پله ها داریم، طرف اصلا پلهش رو رد نکرده، طرف تا 30-35 رو رد نکنه من اصلا قبولش ندارم، حالا تریلیارد تریلیارد داشته باشه یا شانس داشته یا دوزی کرده. آدم میگن طرف موش تو آسیاب، تازه هر مو سفیدی هم به درد نمیخوره، یکی هم گرفته خوابیده موش سفید شده. باید در چند دهه یک بازار رو طرف تجربه کرده باشه که من بتونم، و الانم باید باشه، الانم باید باشه. من خودم یه زمانی مشاورم دادم، چون در جریان مشاوره نمیدم و در جریان نیستم، تازه دو ماه در جریان نیستم و مشاوره نمیدم، در جریان نیستم مشاوره چی بدم وقتی در جریان نیستم؟ من اون وقتی مشاوره میدم که اساسی در جریانم. پس یک باید در جریان بازار باشه و به شدت در جریان بازار باشه و من بدونم، نیمدم باش مشاوره که جیبمو خالی کنه، دلسوزمه، وقت میذاره، حرفمو میشنوه، این خیلی مهمه. پس یکی طرف باید به موضوع مسلط باشه، یکی باید به شرایط من مسلط باشه. من همیشه گفتم یه نسخه شما نمیتونی واسه همه عالم بپیچی، هر کی فکر میکنه میتونه یه نسخه واسه همه عالم بپیچه ول معطله. شما نمیتونی آقا، حتی توی شهر، حتی تو دو تا شهر، توی کشور، دو تا کشور، اصلا هر چی دورتر میشه بدتر میشه. آقا شما شمال تهران و جنوب تهران دو تا آدم متفاوتن. شما اصلا میخوام بگم مثلا خیابون آزادی شمالش با جنوبش دو مدل آدم متفاوت داره زندگی میکنه، تو نمیتونی نسخه اونو واسه اون بپیچی. اصلا من واسه دو تا بچه‌م نمیتونم یه نسخه بپیچم، هر کدوم نسخه خودشو میخواد، امکان نداره. حالا تو مثالای خیلی بزرگی مثال هم همشه زدم، آقا شما اگه بلند شدی سورتمه رو در قطب شمال ابداع کردی، این سورتمه به درد من تو شهر نمیخوره، من با این سورتمه نمیتونم برم، من باید اختراعی که به شرایط من بخوره رو ازش استفاده کنم، نه هرچی هرچی اختراع کرد، نه فلانی تو اون روز رفت این کار کرد عجب کاری بود پس من برم. آقا اون فلانی بود، اونم اون روز بود، باید ببینم آیا منم شرایط فلانی رو دارم و اون روز با امروز نسبتا یکی، آقا امروز با فردا خیلی فرق داره، فلانی رفت این کارو کرد عجب به نتیجه رسید، منم برم؟ خب من نمیتونم. بله فلانی بلند شد رفت 100 کیلو بار گذاشت رو کولش رفت اون بر، خب من 100 کیلو بار بذارم رو کولم میرم تو زمین؟ من نمیتونم. فلانی از یه جوب 10 متری پرید، من نمیتونم من رو جوب 10 متری بپرم. فلانی اینقدر پول داشت تا تونست این قضیه رو رد کنه، من اینقدر پول ندارم بتونم. این فلانی اینقدر کار بلد بود، من بلد نیستم. فلانی پسرخالش فلانی بود، ای من نیست. شرایطو باید بسنجم و شرایط تا داریم با شرایط. بله یه زمانی یه نفری رفت یه چیزی وارد کرد عجب سود کرد، بودم برم همونو وارد کنم، تموم شد، الان باید بری یه چیز دیگه وارد کنی، اون مال اون زمان بود. همه رو شاید الانم جواب بده، بله ما پارسال گوجه کاشتیم خوب بود، امسال هم گوجه بکاریم خوبه؟ معلوم نیست خوب باشه، باید ببینیم خوبه. محمد رفت گوجه کاش خوب بود، آیا منم بکارم خوبه؟ یه وقت اصلا من بلد نیستم گوجه بکارم، یه وقت زمین محمد به درد گوجه میخوره، زمین من به درد گوجه نمیخوره. پسر خاله من تو شمال کیوی کاش وضعش خوب شد، من تو اسمان کیوی بکارم به درد میخوره؟ یا کیوی من نمیتونم تو اسمان بکارم، زمین من برنج میش ببین. پس اینا خیلی مهمه، مثالای میزنم که همون میدونیم، ولی به زندگیمون که میرسه یادمون میره، فکر میکنیم چون اون کارو کرده منم میتونم بکنم. پس کسی که داره به من مشورت میده علاوه بر این که باید مسلط باشه به موضوع، به زندگی منم باید مسلط باشه،
باید شرایط من رو بدونه، ندونه خب نمیتونه راهنمایی کنه. و و و اگه مشورت میکنی با چند نفر مشورت کن، آدمایی که هم به کارشون اطمینان داری هم به انصافشون اطمینان داری و با خودت. تموم شد، با خودت. اصلا فقط و فقط و فقط با خودته. تو تصمیم گرفتی، تو مشورت کردی، شرایط نهایی تو میدونی. ممکنه یه کاری میدادی، اون مثال میزنم آقا ما عقایدمون با هم فرق داره. مثلا یکی از من پرسه آقا من پاشم بیام مهاجرت. آره بیا، چقدر خوبه. چرا؟ چون من اومدم مهاجرت واسه من خیلی خوب بوده. خب یکی میاد و پوستش کنده میشه، خب واسه اون خوب نیست. چرا؟ چون اون از یه شرایط دیگه ای داره میاد توی شرایط دیگه ای، من از یه شرایط دیگه ای اومدم تو این شرایط. شرایط الان جفتمون ممکن یکی باشه، ولی شرایط قبلمون یکی نبوده. من از منهای 50 اومدم شدم صفر، اون از مثبت 50 میاد میشه صفر، اومده پایین من اومدم بالا. ببین پس اینا خیلی فرق داره، روحیاتمون فرق داره، تواناییامون فرق داره، صبر و حوصله‌مون فرق داره، آقا عقایدمون فرق داره. من یه دوستی داشتم وقتی بهش میگفت میکنه اینجا خیلی خوبه، اون به جایی میگفت خوب که اهلش بزن و به رقص باشن. هر وقت از یه جای خوب گفت، بعد که تعریف میکرد اونجا همه داشتن میرقصیدن، به نظر اون اونجا خوب بود. خب بله، یه آدم اهل مثلا نماز و چه میدونم خدا، ممکنه حالا بعضی ها ممکنه دوست نداشته باشه چه که میرقصن. یکی ممکنه یه جا دوست داشته باشه که 4 نفر بشنن کتاب بخونن، دنبال این که من بگم بیا خیلی خوبه تو بیای ببینی همه یه کاری میکنن که تو دود. نه، چطوریه شرایط رو ببینم، چطوری آیونطوری هست که من میخوام، نه اینکه شرایط خوبه چون تو به نظرت خوبه. نظر ما ممکنه با هم دیگه تفاوت داشته باشه. شرایط اونجوری که میبینی و هست بگو، اونم تازه میریم یه وقت یه چیز دیگه از باب در میاد. پس این از این نکات. و یه نکته دیگه رو بهتون بگم و بعد بریم سر شرایط کسی که داره مشورت میده، که اونم حالا در همین مبناست ولی یه ذره متفاوت. بعضی از ما مشورت نمی کنیم، داریم رأی جمع می کنیم. من از اینا خیلی زیاد دیدم. یعنی طرف یه چیزی می خواد، یه کاری می خواد بکنه، به دنبال اون کسی می گرده که هم مسیرش رأی بده. شما یه وقتی پا میشی میری با 1000 نفر مشورت میکنی، 990 نفر به یه چیزی میگن، 10 نفر یه چیزی، ولی اون 990 نفر سرشون نمیشه، تجربه هم ندارن، بلد نیستن، ولی اون 10 نفر آدم های این کاره ای هستن. پس نظر با نظر خیلی فرق میکنه، کی داره حرف میزنه. بعضی از ما به دنبال جمع کردن رأی میگردیم، میخوام یه کاری بکنم، میخوام یه سری آدم تاییدم کنن، وقتی تاییدم نکنند اینم حالیش نیست، ولش کن. میرم میگردم دنبال اونایی که تاییدم میکنند، هی دنبال رأی میگردم. شده میرم توی گروه تلگرامی یا تا حالا دیگه به هر صورت همه جا از اینا هست دیگه، طرفی که تا حالا ندیدم، اسمش هم نمیشناسم، اصلا نه عکس داره، اسمش هم یه نقطه است، اون چون منو تایید میکنه، آها دمش گرم این راست گفت. آقا من الان رفتم توی گروه 50 نفر من تایید کرده، خب حالا این 50 تا کی بودم؟ من نمیدونم 50 تا بودن. رأی میخوای؟ آقا میخوای کاری بکنی برو بکن دیگه، چرا منت سر مشورت میذاری؟ مشورت یعنی با یک سری آدم متخصص موضوع تو مطرح کردن، اونا دلسوزانه قضیه رو واسه روشن کردن و تو تصمیم گرفتن، تو تصمیم میگیری. خوب شد مال خودت، بدم شد مال خودت، به هیچ کس هم ربط نداره، به هیچ عنوان به هیچ کس ربطی نداره. تو میاد یکی سوال میکنی، اون میاد یه شرایطی واسه تو روشن میکنه، تو میری اصلا کلا افتضاح میشه، نهایتش اینه میتونی من دیگه با این مشورت نمیکنم. من با یه آقای مشورت کردم، منو برج جای ملکی خریدم، اون ملک هنوز همون قیمت بعد 20 سال، هنوزم به اون قیمت نمیخرن. یه بار بهش نرفتم بگم آی تو منو بدبخت کردی، تازه اون روز همه پول من بود، دیگه باش مشورت نکردم. آدم بدی هم نبود، این کار نبود، من نمیدونستم. یا اصلا فرض کن میخواست سر من کلا بذاره، مثال میذارم اون بنده خدا، نه فرض کن میری با گلچنی مشورت میکنی، گلچنی میخواد سرت کلا بذاره و سرت کلا میذاره، تموم شد. میفهمی دیگه با گلچنی مشورت نکنی، تموم، برو بس زندگی دیگه، هی خودتو درگیر این قضايا نکن، چون شاید واقعا گلچنی نمیخواست سرت کلا بذاره، چون شاید تقصیر تو بوده، یا اصلا شاید هیچی. میخوام بگم هدفو گم نکنیم. بعضی وقتا ما هدفمون اینوره، هی وای میسیم اینجا الکی وقتمون رو تلف میکنیم. نه آقا، تو یه هدفی داشتی، مشورت کردی نشده، الان یه تجربه،
دیگه با این مشورت نکن، در این مورد با این مشورت نکن. من با خیلی ها مشورت کردم، به نتیجه نرسیدم، رفاقت هم من باشون نگه داشتم، دیگه در اون موارد باشون مشورت نکرد. دشمنی باش ندارم، آقا بنده خدا گفته بد گفته، یا نباد مشورت میداده مشورت داده، یا مشورت داده خوبم داده، من نتونستم استفاده کنم. این خیلی مهمه، ما تو زندگیمون خودمون تصمیم بگیریم و خودمون رو تصمیم خودمون بمونیم. من خودم تصمیم گرفت، رفتم با 10 نفر مشورت کردم، یک شم این بود، حالا خوب نبود دیگه نمیرم. و به دنبال جمع کردن رأی نباشید. نه 100 نفر اینو، بعضی از ما حقایق تلخ رو قبول نمی کنیم ولی دروغ های شیرین رو قبول می کنیم. یکی بیاد بهمون دروغ بگه قبول می کنیم ولی شیرین باشه. آقا پشت اون پیچ آب پرتقال میدن، ولی حالا یکی بهت بگه آقا بری از این ور بپیچی یه چاله هست میافتی توش، پادم کثیف میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه، اینجوری میشه، بعدش به نتیجه میرسی، تازه نتیجهش هم 1000 تومن بیشتر توش نیست. اون نه آب پرتقال با 10000 تومن پول میره پشت پیش، دمار رو در میارن، آب پرتقال هم بد نمیدن، 100000 تومن هم ازت میگیرن. یعنی اکثر ما منتظریم این که هر کی خبر بهتر بده دنبال اون میریم، حالا به هر خبری هم بده مهم نیست، دنبال جمله مثبت میگردیم نه دنبال حقیقت. مشورت میکنی دنبال حقیقت بگردی، مشورت میکنی مشکلات کار رو باش آشناشی، مشورت میکنی بدونی چه پیش نیازایی نیاز داری، مشورت میکنی بدونی اگه نشد چی میشه، نه اینکه رأی جمع میکنی، نه اینکه به دنبال کسی میگردی که شرایط بهتری رو داره بهت نشون میده. البته خب بعضی وقتا فریب میخوریم ولی یاد میگیریم، دیگه دفعه بعد این کار نمی کنیم. ولی بعضی وقتا سرتق میچسبیم، نه میخوام همین کار رو بکنم، 50 بار این انگشت رفته تو چشم، واسه 51مین بارم خودم چشمو میکنم تو انگشت، چون میخوام از همین راحت من برم، من نمیدونم چی. این دیگه مشورت نیست، این اشتباهه. بریم سراغ کسانی که مشورت میدهند. خب آقا یک، خواهش میکنم اگر این کارو نیستی مشورت نده. یکی سوالی ازت میکنه، داره به احترام میذاره، نمیدونم، ببخشید من نمیدونم. آدم ها بگی نمیدونم ایشکی نمیکشه دت، ولی وقت حرف بی خودی بزنی نمیدونم چرا بعضی از ما اصلا فکر میکنم زشتی هر من تلاش میکنم اینطور نباشم. اتاق همی الان باید بچه ها صحبت میکنم، میگو فلان نرم افزار بلد نیستم. چطور تو بلد؟ خب من بلد نیستم، من اون افزار بلد نیستم، خب دوزی که نکردم، یا این نرم افزار همین یه ذره بیشتر بلد نیستم، همون چیزی که هست رو میگم، چرا بیام یه چیزی بگم که اونطور نباشه؟ خب بعد حالا یه وقت حالا میخوام به خودم بالا ببرم، بعد حالا یکی بلند شد اومد داره به مشورت میکنه، اینجا رو دیگه نمیشه جمعش کرد. مثال، من اومدم چاخان کردم، من رفتم روسیه، من رفتم ژاپن، من رفتم نمیدونم ایتالیا، یه ما چاخان واسه ملت کردم، حالا در صورتی که تو نجف آبادم نرفت. بعد طرف میاد آقا گوشن رفتی روسیه دیگه، حالا مجبورم ما. آره میخوای بری روسیه دیگه، یه مچرت و چار بارش میکنم و بیچارم میره اونجا تو یخبندون، نمیفهمه من اشتباه گفتم، خودش اشتباه کرد. بعضی اینجوری هم آقا نکن، نمیدونی نکن، اگه اطلاع نداره بگو من اطلاع ندارم، شرمنده، معذرت میخوام، یه چاخانی کردم آقا، یا یادم نیست اصلا، ولش کن، بپیچون ملت رو تو چاه انداز. ما همینجوری ملت تو خودمون تو چاه دیگه، طور یکی و دیگه تو چاه انداز. مسئله دوم، آقا طرف وقتی مشورت میکنه خودتو زینف قرار نده، اون داره با تو مشورت میکنه واسه خودش، تو اینجا خودتو خاطی نکن. من تو کار ساخت و ساز، یکی به من میگه آقای گلچنی اینقدر پول بیارم اونجا یه زمین واسه هم بخری بسازه. آره بیار، خیلی کار خوبیه بابا، اینجا من خودم ساختم توش موندم، اون بیچاره میاد میسازه اونم توش میمونه، آ چه مشورتیه؟ نه آقا نه، یا اینجا من خودم هم ساختم توش موندم، اون داره واسه خودش مشورت میکنه، تو مال آشغال تو نفروش بش. طرف میاد میخواد کامپیوتر بخره، تو هم واسه تو هم کامپیوتر فروشی، اصلا باش صحبت میکنه آقا خانم تو اصلا کامپیوتر نیاز نداری، با هم موبایل میتونی کار بکنی، تو چه نیازی به کامپیوتر داری؟ کامپیوتر مالی کسی که میخواد این کارو کنه، این کارو کنه، این کارو کنه. خب تو نمیخوای هم کار که میخواد کنی با یه موبایل، خب برو یه موبایل بخر، من ندارم، به همسایه بغلی داره. مشورت رو برای خودت نکن، برای اون بکن. آقا اون اومده تو پناه آورد، نه پناه نیورده قورتش بدی، پناه آورده که تو راهنماییش کنی.
خودتون رو اینجا زینف نکنید. بلد نیستید بگید نمیدونم. و مسئله بعدی، شرایطشو بدونید، وقت بذارید، بررسی کنید، حرفشو بشنوید. من دارم کارمو میکنم، تو کلمم، تو موبایل، حواسم هم به اون بره، یه چیزی میگه آره، آقا همین آره یهو زندگی طرف زیر و زبر میکنه، یهو طرف رو نابود میکنه. اون رود حساب کرده، اون آدم حسابت کرده، اون به تو بها داده، اون برای تو ارزش قائل شده. یا بگو ببخشید من فرصت ندارم، عذر میخوام. ببینید من دارم میگم، من چیزی رو میگم که خودم میکنم. میبینید الان بعضیتون از من ناراحتین، یه چند ماه میگم فرصت ندارم، نمیتونم، وقت ندارم. اجازه بدید وقت پیدا کردم نوکر دونم ازم. 3 سال دیدید تا تونستم این کارو کردم، ولی وقتی نتونستم گفتم نمیتونم. آقا نمیتونم، نمیتونم بشینم گوش بدم به حرف تو، سرم یه جا دیگه بنده، سرم تو موبایلم گرمه، دنبال یه کار دیگه‌ام، وقت آزاد ندارم. وقت تو یا نمیتونی آزاد کنی بگو نمیتونم، میتونی آزاد کن، بشین هیچ کار دیگه هم نکن. وقتت، ذهنت، اطلاعاتت مال اون، در راه اون، نه در راه جیب خودت. بشین به حرفش گوش بده، راهنماییش کن، دستشو بگیر، ببرش اونجایی که میخواد، چون اومده بهت پناه آورده. و تمام نکات مثبت و منفی رو بهش بگو، تمام نکات مثبت و منفی رو بگو. وای اگر چقدر نکات مثبت رو بهش گفتی، وای اگر منفیاش رو نگفتی که پا برنه میاد پاش روش خورده شیشه به خون نابودی میکشه. همه نکات رو بگو، زندگیش رو در نظر بگیر، شرایطش رو در نظر بگیر، ببین چه شرایطی داره قضیه رو. یا بگو نه آقا نمیدونم، یا بگو نمیتونم، یا بگو نمیشه. نمیگم منصرفش نکن، ولی امید واهی بهش نده. بعضی از ما آدم های خیلی مثبتی هستیم، بابت همه رو همه چی حرف مثبت میزنیم، ولی این خیلی خطا. من خودم تو زندگیم بودن کسایی که خیلی آدم های مثبتی بودن، با همین مثبت بودن 50 بار من انداختن تو باطلا، تو بعد فهمدم من کلا آدم مثبتی، هرچی بهش میگیم آره کار خوبی، نمیشه که آخه. آقا یه ذره منفیاش هم با در نظر بگیریم، یه ذره سختیاش هم ببین، بیای حالا ایناش خوبه، ولی ببین اگه نشه اینطوریه، 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 نشدهاش هم بهش بگو، معضلات هم واسهش بگو، بدترین حالت ها هم واسهش روشن کن، بهترین حالت هم روشن کن، مینیموم و ماکسیموم و میانگین هم واسهش روشن کن. اینا خیلی مهمه. به حرفش گوش بده، شرایطشو بدون و مشکلات کارو حتما و حتما و حتما بررسی کن طبق شرایط خودت. و و و و و و و و آخرش، من چون خودم این وسط هستم، جز یکی از آدمایی که اطرافیانم به من به شدت لطف دارن، به شدت بزرگوارن، و خب همیشه بنده رو مورد عنایت خودشون قرار میدن، منم قابل میدونن، جز حالا از عزیزانی که باشون مشورت میکنن. این نکته رو بده آقا، فقط نیا با گلشنی مشورت کن، با 10 نفر مشورت کن و خودت تصمیم بگیر، خودت تصمیم بگیر. با 10 نفر، با هر چی بیشتر، ولی آدمایی که قبولشون داری، هم تو تخصص هم تو دلسوزی، بعد که مشورت کردی خودت بچین خودت تا. چون گلشنی اگه سوال کنی، گلشنی همه زوایای زندگی تو رو نمیبینه، خودت بهتر میبینی. گلشنی فقط میتونه چراغ قوه واسط بندازه، یه جاهایی رو نشون بده تو زندگیت یا تو راهت، بقیهش با خودته. پس زمانی که داری به کسی مشورت میدی، سفت و محکم بگو ببین این نظر منه، این شرایط منه، نشد من نمیدونم، اصلا به من مربوط نیست. بعضی از من آقا بیا با من، تو این کارو کن با من، آن نابود میکنی، بعد طرف میاد قبول دارم نمیشه. یا اگه میگی بیا واقعا با من، واقعا با تو باشه، واقعا پاش بیست ببین آیا توانشو داری. یه وقت آدم توانش داره میکنه، یه وقت نداره نمیکنه. یه مثال میزنم، یه زمان من فرض کنید تو ایران بودم، وضع مالی من خوب بود، توانم هم بد نبود. حالا چرا میگم توان، حالا تو مثال عرض میکنم، طرف من گفت آقا روشن یه صراف نداری خبر کنی این حواله رو واسه من بزنه؟ چرا آقای فلانی برو بزن باش. خب توانم در این حد بود که اگه صراف واسش نمیزد، زورم به صرافه میرسید گوششو بپیچونم آقای فلانی حواله نشو نزدی زود باش. میگه آقا روشن ببخشید، میزد. این از توانم. و از پسش فردا که صرافه نبود، اصلا پسر خاله‌ام بود و یه اون نبود،
ای آقا چقدر واسه حواله زد؟ 10,000 دلار. بیاین 10,000 دلار ببخشید، من اونو معرفی کردم شرمنده، این 10,000 دلار رو بگی برو. بعد که اومدم ترکیه وضع مالیم اوراق ترم، گفت آقای گوشن یکی معرفی کن. گفتم نمیتونم، یک گوشش دستم نیست، فردا حواله تو رو نزد من دستم بهش نمیرسه، دو من پول ندارم به تو بدم. تو الان 10,000 دلار حواله زدی، اون خورد، من از کجا بیارم 10,000 دلار به تو بدم؟ پس من هرگز این کار نمیکنم. پس در جریان باش، اگه میخوای طرف رو دلگرم کنی، اگه میخوای بهش اطمینان بدی، مثلا ترکیه یا انگلیسی، طرف میگه میخوام بیا خیلی خوبه اصلا محشر عالیه بیا با من، بعد طرف میگه بیا با من، در خونش هم روش وا نمیکنه، وقت هم واسش نمیذاره. من کار دارم آقا، اینجا هر کی کار داره برو بس به زندگی دیگه. آن من یه چیز گفتم نمیدونستم تو، آقا بفرما نزن، بفرما نزن. وقتتون رو بیشتر نمیگیرم، فقط در آخر خدمتتون عرض کنم که با آدم متخصص مشورت کنید، با کسی مشورت کنید که هم بلده، هم دلسوزه و هم شرایط شما رو میدونه، ولی همش خودت بگردن بگیر، همش خودت بگردن بگیر. به هیچ عنوان با تناب هیچ کس تو چاه نرو، به هیچ کس تکیه نکن، انقدر که اگر زیر تو خالی کرد ولوشی زمین. مراقب خودتون باشید، شب همتون بخیر. شب حدود ساعت 12:30 توی کلاب هاوس یه جمعی را میندازیم، میخوام این دفعه من بشینم شماها صحبت کنید. قبلش اعلام میکنم، شب همتون